به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود فراوان بر روان پاک شهدای راه استقلال، آزادی و تمامیت عزیز افغانستان، با درود فراوان بر روان پاک شهدای غرب کابل، مزار، بامیان، یکاولنگ و سایر جاهایی که به دست کردلان آدم کش طالب در افغانستان کشته شدند. با درود فراوان بر روان پاک عزیز ما، رهبر ما، پیشوای ما، استاد عبدالعلی مزاری. با تشکر فراوان از برگزارندگان این محفل و مجلس که از این حقیر فقیر خواستند در اینجا صحبت بکنم، ما میخوایم چند مطلب را خدمت شما عرض بکنم. اویست که اولا ما تشکیل انجمن هزاره های مقیم هالند با فرفت این جامعه تبریک میگم. کار بسیار بزرگ انجام دادن، کار بسیار نیک انجام دادن، موفقیتشان در خدمت مردم و ملت مظلوم ها از خداوند بزرگ خواسته و خواهانم، و در این را به حیث یک فرزند کوچک و بسیار خرد این ملت آماده هر گونه همکاری، هر گونه دستیاری که از رخ مبه، از دست مبه هستم و پیشکش میکنم. بعد از اوراقی که خدمت داشتم میگذاریم، چون من پیش از اینکه اینجا بیایم چند دقیقه پیش هم به من دوستان گفتن که مختصر بگیر، و فقط ما چند چیز داشتم که اول مختصران گپ میزدم. باز یک چیزی که در جای نوشته بودم برای چیز سالگرد شهادت استاد، او رو میخواستم قرائت بکنم. حالا فقط بعضی نکاتی را که من روش میخوایم تاکید بکنم و همون را خدمتتان صحبت میکنم، و گفته دوستان روحانی ما در حق شما دعا. ابتدا یک چیز لازم میدانم که دوست ما که قبلا صحبت کردن گفتن که ما روشنفکرا و ملت خود دروغ گفتیم. نظرشان است، به شما محترم است. ما باید یک فرد کوچک فکر میکنم و یقین دارم که به سهم خود کوشش کردیم دروغ نگوییم به ملت خود. حالا موافق بودیم یا نبودیم، او را دوستا و جامعه ما چه میکنه. خارج اگر قرار باشه که ما شما دیالوگ را چی بکنیم، چیز میشه اینجا ما هستیم، ولی بعد از این چیز با صحبت میکنیم. چرا من دروغ گفته باشم؟ صمیمانه معذرت میخوام. صحبتی که ما میخوایم بکنم دو سه چیز است. از بسی که ساعت 4 پوره شد آدم نارام میشه، متاسفانه رشته افکار آدم چیز میشه. اولش ما میخوایم که در موردی امی رفع پاشیدگی بیشتر در جامعه خود صحبت کنیم. شما قسمی که میدانین حزب وحدت که حزب ملت ماست و ما در گذشته و حال ازش حمایت کردیم، پشتیبانی کردیم، جانفشانی کردیم برایش، ای دوچار مشکلاتی هست در داخل افغانستان، مشکلات نظامی، مشکلات سیاسی. و در بیرون یک تعداد از دوستان ما، یک تعداد از کسان ما، یک تعداد از فرزندان از این ملت ما مصروف و مشغول اینمی هستند که ای حزب را یا سرانش را بکوبند. به یه حساب با آقای خلیلی، با کسان دیگه، آقای محقق، آقای عرفانی در هر جایی میتازن میخوشن که اینا را تخریب بکنن. پیشنهاد ما به این دوستایی هست که در هر جریانی، در هر حزبی، در هر کشوری یک سلسله مسائل وجود میآید. شکست و ریخت های وجود داره، فراز و نشیب های وجود داره، و ما شما هم روزی فرازی داشتیم، بابیانی بود، غرب کابلی بود، و نشیبی هم داشتیم، و بازم رفتیم بامیان، دوباره هم گرفتیم یک ماه کنیم ما پیش. یعنی گرفتن بامیان معنی را نمیده که ما در اوج قدرت خود قرار داریم و از دست دادن بامیان معنی را نمیده که ملت ما به قهقرا میره. بنابراین وقتی که گرفت کسی، هر کسی، خلیلی یا محققی، هر کسی دیگه،
اینا قهرمانان ملت ما هستند، وقتی از دستشان رفت و ذلیل‌ترین افراد ملت ما تبدیل میشن. ما این کار را باید نکنیم. اینا کسانی هستند فعلا چون خلیلی استعفا نکرده، مسئولیت حزب وحدت به دوشش است. خلیلی رهبر حزب وحدت است و ما ایره به حیث یک فرد بسیار خرد حزب وحدت، ما گماشته خلیلی هم نیستم، ایره میخواییم به شما بگویم که در صورتی که در شرایطی که ما و شما یک سنگر داریم اونجا، سنگر دشمن است که نه ما را میمانه، نه شما را میمانه، نه خلیلی را میمانه، نه جلیلی را میمانه، آیا شایسته و بایسته هست که ما از بین خود بخیزیم و به اصطلاح چیز لبه مبارزه را، لبه تیز مبارزه متوجه خلیلی بکنیم؟ چرا ما میدان جولانگاه جنگ خود را، میدان جنگ خود را توسعه نمیدیم که ملا عمر را شامل شود، ملا نیازی را شامل شود، ملا جلال الدین عقانی را شامل شود و تمام اون کسانی را که مثل گوسفند هزاره ها را در هزاره جات میکشه؟ چرا نمیریم ما با اونا؟ اگر این جرأت را نداریم، حداقل امی شهامت را داشته باشیم که باز تمام نابسامانی های هزاره را با چند نفر اثران حزب وحدت نمیتازیم. این درست نیست، این صحیح نیست. من عیس یک فرد هزاره و عیس یک بچه هزاره امی از دست من میگه که من برم خلیلی را بکنم. من عیس یک بچه هزاره امی از دست من میگه که برم مثلا معققه بکنم. قلم ما شکسته بود می نویسن. حالا قلم ما، این قلم ها باید شکسته شود که در شرایطی که دشمن در مقابل شما سفارایی دارد، در شرایطی که دشمن برای محو کامل آثار فرهنگی شما، موجودیت فیزیکی شما، موجودیت اجتماعی و اقتصادی و نظامی شما بذل مساعی میکنند، در شرایطی که دشمن عربهای وهابی را آورده در اونجا، در شرایطی که دشمن عمال پاکستانی را آورده، سپاه صحابه پاکستان اعلام میکنه که اعضای شیعان کافر هستند، از حکومت پاکستان میخواهد که اعلان بکنه که شیعان کافر است. آیا در این شرایط برای فرزند هزاره شایسته و بایسته هست از هر قماشی که باشد که توجه خود را به خلیلی و امثالش معطوف بکنند؟ ما باید مرچنون که با دشمن مساف بدیم، جبهه خود توسعه بدیم، از درونگرایی براییم. بگذار گل محمد و دوست محمد و غلام حسین و علی حسین را، یه هرچی که نکنی فرزند امیر ملت است، فرزند هزاره هست. اینا هر از هزار رگشان اگر یک رگشان برای ملت بسوزه، نمیگذارن روز ناموس هزاره پایمال شود. شما برمین با او کسی بزنین، با او کسی مبارزه بکنین که یکی شما را قبول نداره. پاکا نه تو را قبول داره، نه او را قبول داره، نه او را قبول داره، نه من را قبول داره. بناهن عزیزان من، ما در خارج، ما در بیرون، هم خود توجه خود را سر امی معطوف بکنیم که یکی دیگه خود را تخریب نکنیم. من اگر هر قدر بد شوم، اگر هر قدر ذلیل شوم، خلاف هزاره کار نمیکنم. بناهن اگر اشتباهی میکنم، که هر انسان اشتباه میکنه، کیس که نمیکنه، اشتباه لازمه تحرک است. قدم برداشتیم اشتباه میکنیم، انسان هستیم همه ما. پیش حضرت عیسی آمدن گفتن که فلان مرد باید سنگسار شود، زنا کردن. گفت اولین کسی که از بین شما مجموعه، گفت کسی که گناه نکرده اولین سنگ را میزنه، کسی نکرده چون همه ایش گناه کار بود. بناهن همه اشتباه میکنم، ما همه انسان هستیم. منتها آیا اشتباه یک انسان، اشتباه دیگر انسان امیر ایجاد میکنه که ما امیر رو پایزی بگیریم؟ چه وقت ما گرده هم جمع بشیم؟ چند قتل عام دیگر ضرورت است که جوان هزاره، فرزند هزاره با هم کنار گرد؟ چند خونریزی دیگر ضرورت است؟ چند بامیان دیگر ضرورت است که ما با حال خود بیم، با روش بیم؟ این گنسیه ببخشیم که هست، چند مشت دیگه باید ما با کله خود بخوریم که ما با حال بیاییم؟ عزیز اول
من یکی از فرزندان بسیار خوردی از این مدت از تمام کسانی که از من خوردتر است بهشان توصیه هم صادقانه بایستی یک نفر مصفید که هم خود را بگذارن حزب وحدت را بگذارن سر جوش بگذارن که اینا چی میمانن هم خود را به بیرون متوجه بود ما نیروی خوردی که داریم متوجه خود نسازیم برای تخریب خود ما مصرف نکنیم نیروی ما بسیار کم است نیروی ما بسیار ناچیز است برای تخریب خود مصرف نکنیم حالا این هر کسی باشه هر کسی که مقابل ما باشه هر کسی که باید تخریب انتخاب بکنیم فرزند هزاره را فرزند ملت خود انتخاب کنیم بروین با دشمنانتان هر روزی که شما دشمن را ضعیف کردیم همون فرزند هزاره که خلاف تو است اما هم شاید به تو احسن بگوه بعد قضیه دیگه که من میخوایم یک فقط دو سه دقیقه دیگه زیاد چی شما نمیشون خدمت شما عرض بکنم تعلیم و تربیت است که ما در بیرون که زندگی میکنیم آبالا چیز هستیم باید از شرایط بیرون استفاده بکنیم فراموش نکنیم ما مردمان و فرزندان مردمی هستیم در افغانستان که ما را از صنف اول گاهی وقت نمیگرفتن در خود کابل به ابتدایه نمیگرفتن بعد به نیسر راه نمیافتیم از کنکور تیر نمیشدیم از کنکور تیر شده بودیم و پوانتون را پیدا نمیکردیم یاد ما نرفت باشد از اون سبب است که دانشور هزاره، دکتر هزاره، انجینیر هزاره همش انگشت شمار است چون برای ما فرصت نبود بالمقابل برای ملیت یا قبیله حاکم دو تا مکتب خاص را ساخته بودن که حتی از سرحدار از مردمان سرحدی می آوردن در کابل تربیه می کردن ولی بچه ما نمی دانستم که بودن اون مخصوص از اونا اینان در شرایط خارج که هستیم که فرصت مساعد است کسی جلو تو را به حیث یک هزاره نمیگیرد چرا فرزندان ما وقت خود را سر تحصیل مصرف نمی کنند چرا بزرگان ما فرزندان خود را وادار نمی کنند که بریم تحصیل بکنیم بریم درس بخوانیم بریم یونیورسیتی بخوانیم بریم کمپیوتر بخوانیم بریم طب بخوانیم بریم انجینری بخوانیم چون اگر در خارج بودیم هم سر شما به تن شما می آرزد اگر به داخل رفتین هم سر شما و تن شما می آرزد هزاره ما ناسدی سواد بسیار داره جولی بسیار داره ما به کسان نیاز داریم کلی خود را به کار بندازن اگر می خواهید در سری مبارزاتی افغانستان ارزی وجود بکنین اگر با دشمن خود می جنگیم چون ما تعداد ما کم است نفوس ما کم است ما باید روی کیفیت خود کار بکنیم کلی خود را به کار بندازیم دماغ خود را به کار بندازیم امروز شما میبینید جنگ جهانی امروز جنگ دماغ است جنگ شمشیر و سوطه نیست ما اگر جنگ شمشیر و سوطه بکنیم کم استیم تعداد ما بسیار کم است یک بار اون غولای اون طرف سرحد در کش کرده میاره به نام طالب چی میکنیم؟ بناهن ما باید دماغ خود را به کار بندازیم وقتی که درس خوندیم، تحصیل کردیم، هم به درد خود میخورین، هم به درد فرزندانتان میخورین، هم به درد قوم و ملت و قبیله تان میخورین و هم به درد هر جامعه ای که در زندگی میکردین میخورین. خارج بودین، در عالم بودین.